به نام خدا. سلام، توی این قسمت میخوایم راجع به در واقع پروتکل های اپتیمیستیک با هم صحبت کنیم که حالا بهشون میگن، بذارید من جو بنویسم، بهشون میگن اپتیمیستیک حالا کانکارنسی کنترل. من اختصار مینویسم، یا سیستم های در واقع الگوریتم پروتکل های کنترل همروندی خوشبینانه در مقابل در واقع روش های پسیمیستیک هستن یا بدبینانه. بعد ببینید چیا بودن، همونه که تا حالا صحبت کردیم، لایک بیست و نمیدونم تایم استم بیست و اینجور چیزها. ببینید اینا هر روش های بدبینانه هر جایی که ما بگیریم قبل از اینکه ما به گیر بخوریم سفت و سخت میگیرن، و هر جایی که بگن آقا ما ممکنه به فنا بریم رول بک میکنن و ترانزکشن این رو میکشن و خلاص میشن از دستش. در واقع سخت گیرن، یعنی بدبینن نسبت به خیلی چیزها. در واقع سیستم ها و مواردی که خیلی از تراکنش های شما عمده تراکنش ها رید هستند، اصطلاحا دارن رید میکنن، خب اونجا خب معمولا الگوریتم های مثلا چه میدونم لاکینگ یا الگوریتم هایی که حتی مبتنی بر تایم استمپ هستن، چون تشخیص کانفلیکت خیلی وقتا میدن، بالاخره ممکنه یه ریدی حالا با یه رایتی کانفلیکت بده، تراکنش رو برگشت میزنن، یعنی رول بکش میکنن و ریورتش میکنن و میکشنش. تو این جور سیستم ها، در واقع سیستم هایی که خیلی از تراکنش های ما مشغول فقط رید هستن، کنترل همروندی بد بینانه یا پسیمیستیک روش واقعا بهینه و کارآمدی نیست. حالا نمیگم کار نمیکنه، کار میکنه، ولی خیلی وقتا همروندی رو میاره پایین. و اگر شما یادتون باشه ما کلا توی بحث همروندی در دیتابیس گفتیم تا میتونیم باید همروندی رو ببریم بالا، ولی چون سخت گیرن و پیش دستی میکنن، حالت پیشگیرانه عمل میکنن، خیلی جا دیگه سخت میگیرن و نمیذارن قضیه بره جلو. حالا ما میخواییم راجع به یک در واقع الگوریتم یا پروتکلی با هم صحبت کنیم که حالا بهشون میگن پروتکل های مبتنی بر ولیدیشن یا اعتبار سنجی. اینا قضیهشون چجوریه؟ اینا قضیهشون اینه که اینجوری میان کار میکنن که در واقع کنترل رو توی هر دستور انجام نمیدن، فقط توی فاز خاصی که معمولا در فاز آخره، به این صورتی که بالا کلیاتشو بخوایم بگیم، در یک فاز اولیه اجازه میدن تراکنش هر چی میخواد رید کنه رو رید کنه، بعد که میخوان برن سراغ رایت کردن و قبل از اینکه رایت رو انجام بدن یه فاز ولیدیشن دارن، اعتبار سنجی میکنن که آیا با شرایط فعلی تراکنش قابل انجام یا نه. اگر قابل انجام بود پاس میدن میره جلو به سمت رایت، و اگر نه اونجا ریورتش میکنن، رول بکش میکنن. بذارید از توی روی کتاب من به شما نشون بدم. ببینید سه تا در واقع فاز داریم، فاز رید تو این در واقع قسمت، توی فاز رید سیستم فقط میاد ریتا رو انجام میده و در واقع هرچی رایت داره انجام میده در یک فضای در واقع میشه گفت موقت محلی انجام میده، یعنی رایت رو اصالتا نمیره توی دیتابیس انجام میده، توی مثلا تمپوری اسپیسی که مال خودش انجام رایت ها می انجام میده، ببین ریت ها رو از دی بی میخونه ولی رایت رو واقعا نمیره رو دی بی بنویسه. فرض کنید روی تمپ استوریجی، روی فضای که مال خودمون تراکنشه، مثلا تو حافظه، مثلا مثال میگم، رو اونجا انجام میده و در واقع رایت هاشو اعمال نمیکنه. وقتی که کار تموم شد میرسه به یک مرحله به نام فاز ولیدیشن. فاز ولیدیشن فازیه که حالا ما باهاش راجعش بحث خواهیم کرد و صحبت خواهیم کرد، که تو اون فاز بررسی میشه آیا در شرایط فعلی این تراکنشی که تا اینجا تا فاز ولیدیشن اومده اجازه داره بره جلو یا نه. اگر اجازه داشته باشه بره جلو و سیستم ما تشخیص بده که بله این زمانبندی یک زمانبندی سریالایزبل هست و میتونه بره جلو و پاس بکنه، اگه پاس نکنه که چی، در واقع کیل میشه و رول بک میشه، ابورت میشه تراکنش. اگر نه تو این فاز ولیدیشن اوکی بشه میره سراغ فاز رایت، و رایت هایی که تو تمپوری استوریجش داشته میره عملا رو دی بی انجام میده، و اگر هم که حالا رایت نداشته باشه که تراکنش تموم میشه. پس اگر شماتیک بخوایم بنویسیم و ببینیم، اینجوریه که در فاز اول
حالا بگیم فاز رید هست که رید از دی بی انجام میشه ولی نوشتن در حافظه موقته. حالا ممکن رو دیسک باشه، رو رم باشه، رو هر جایی. یه بریری اینجا داریم به نام ولیدیشن که اگر پاس بشه میریم وارد فاز رایت میشیم که در واقع میشه نوشتن در دی بی، یعنی در دی بی واقعی مینویسیم. خب حالا بریم ببینیم ولیدیشن چه جوری هست. پس ببینید اینجا ما انگار کارو میذاریم بره تا ته، وقتی که خواستیم دقیقاً رایت ها رو اعمال کنیم اونجا میایم چک میکنیم اگر چکمون پاس بشه که میریم رایت رو انجام میدیم، اگر نه خفت میکنیم یا توی تراکنش امکان انجام تراکنش برای شما نیست و باید رول بک بشی. به خاطر همین بهش میگیم خوش میانه، یعنی میذاره تا انتها بره، انتهای کار میاد چک میکنه همه چیزو، از اول نمیاد چک کنه. بیایید حالا ولیدیشن با هم ببینیم. برای اینکه ولیدیشن رو تعریف کنیم بچه‌ها، ما دوستان سه تا چیز رو باید تعریف کنیم. اولا استارت تی اس برای هر تراکنش، استارت تی اس برای هر تراکنش برابر زمان شروع در اون تراکنش هست مثل قدیم. ولیدیشن تی اس برای هر تراکنش برابر هست با زمانی که فاز رید تموم شد و من میخوام ولیدیشن رو تازه شروع کنم، این میشه ولیدیشن تی اس. و فینیش تی اس هم زمانیه که من تمام رایت هام رو انجام دادم، یعنی رفتم رو دی بی رایت انجام دادم، تمام تراکنش مثل معادله میشه جیرو کامیت کردن. پس ما سه تا تایم استمپ برای هر تراکنش داریم: استارت، ولیدیشن، استارت قبل از شروع دیدن همزمان با شروع تراکنش، ولیدیشن تی اس قبل از شروع ولیدیشن، و فینیش تی اس که بعد از زمان رایت هست. خب بذارید من از روی اینجا بیام بگیم ولیدیشن تست چجوری میشه. ببینید برای تست کردن ولید بودن یک تراکنشی مثل تی آی ما باید به ازای تمام تراکنش هایی مثل تی کی که تایم استمپ کمتری از تی آی دارن، در واقع از اون کهنه تر و قدیمی تر و منسن تر هستن، یکی از این دو حالت باید برقرار بشه، یکی از این دو شرط. شرط اول بذارید من سلکت هم انجام بدم که شما بهتر. شرط اول این قسمته، میگه یا باید اینجوری باشه فینیش تی کی کمتر از استارت تی آی باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر یک تراکنشی از من قدیمی تره حتما و حتما باید زودتر از من فینیش کرده باشه. اگه فینیش کنه که حل دیگه، تراکنش قدیمی تر فینیش کرده بعد من شروع میکنم، در واقع انگار سریال دیگه، تراکنش قدیمی شروع کرده تموم کرده بعد من تصمیم شروع میکنم، واسه هیچ کالیجری رو هم نداریم که حله. شرط اگه این شرط نبود چی؟ شرط دوم اینه که اگر این شرط برقرار نبود حداقل بیایم این شرط رو بررسی کنیم که برقرار است یا نیست. اون هم اینه که تراکنش در واقع قدیمی تر مجازه که اوکی اگر من زمان تراکنش تیکه کارشو داره شروع میکنه میره جلو هنوز تموم نکرده، من تی آی میام کارمو استارت میزنم، یعنی یک تراکنش جوانترم کارمو شروع میکنم ولی هنوز قدیمیه تموم نکرده. اگر قدیمیه قبل از فاز ولیدیشن من تراکنش جوان بیاد فینیشش رو انجام بده، یعنی به ولیدیشن من نرسه، بازم قابل قبوله، میگیم که خب اشکال نداره، در واقع انگار تیکه ای رایتاشو قبل از این که من انجام بدم انجام بده، بنابراین اوکیه، سیف این کارا. پس دو تا حالت داریم، یا تراکنش قدیمی تر از من زودتر از من تموم میکنه و بعد من شروع میکنم، یا حداقلش اینه که بین فاز ولیدیشن و بین شروع و ولیدیشن من دیگه تموم کنه، نظر به رایت برسه. این در واقع تضمین میکنه که رایت اون با همش کالیجنی نده و در واقع اینترسکشنی با هم نداشته باشه. خب این پس دو شرطیه که ما برای در واقع بررسی پروتکل های اپتیمیستیک بر اساس ولیدیشن تست نیاز داریم. بیاید یه مثال ببینیم دوستان اینجا. خب دو تا تراکنش داریم، تی 25 و تی 26. بدیهیه که، و آهی نکته من بگم، به ازای تمام تراکنش های تی کی که قدیمی تر از تی آی هستن باید این بررسی بشه، به ازای همه تراکنش ها، نه فقط یکی، همشون باید تو این شرط ساده باشه. بیاید یه دونه ولیدیشن رو هم ببینیم، یه مثال. فرض کنید تی 25 زودتر از تی 26 استارت خورده. خب گفتیم اگر
در واقع استارت تایم، مثلا میخوام ببینیم تی 25 میتونه کامیت کنه یا نه. تی 25 خب اگه به والیدیشن برسه میتونه والیدیشنش پاس میشه، چون تراکنشی نیستش که تایم استمپش کوچیک تر باشه. ولی اگه واسه تی 26 چی؟ فرض کنیم میخوایم والیدیشن تی 26 به این در واقع به اینجا رسیدیم، تی 26 میخواد بره والیدیشن رو انجام بده. تمام تراکنش های کهنه تر یا قدیمی تر از تی 26 چیه؟ تی 25 درسته. حالا که تی 25، آیا تی 25 قبل از شروع تی 26 فینیش کرده؟ خب نه، پس شرط اول صادق نیست، فقط میمونه شرط دوم که اگه صادق باشه اوکی. آیا فینیش کردن تی 25 قبل از ولید بین ولیدیشن و استارت تی 26 هست؟ بله هست. خب شرط دوم صادقه و کافیه، پس این تراکنش از نظر اپتیمیستیک در واقع کانکرنسی کنترل و فاز ولیدیشن رو پاس میکنه و قابل انجامه و از دوم مشکلی صوتی. دلیلش هم اینه چیه دوستان؟ دلیلش دقیقا اینه، اگر نگاه اینجا کلی رید هست و اصلا این رایت خاصی نداره، اصلا رایتی انجام نمیده. پس ببینید این پروتکل در واقع validation based یا حالا بهش میگم optimistic concurrency control که گفتم بر اساس time stamp ها و validation ها هست، کلی نکتش اینه که همه چیز رو در واقع معطل میکنه تا پایان تراکنش. اونجا به تستا رو انجام میدن یه همیشه اوکی بود که اپلای میکنه، چنجا رو نبود خب ریورت میکنه. نکته که داریم چیه؟ ببین دوستان اگر رایت ها زیاد با هم کانفلیکت بدن و این ولیدیشن خیلی پاس نشه، ما دوباره کاری زیاد کردیم. پس ببینید یه مصالحه ای ما باید بکنیم. ببینید خوبیش این چیه؟ مزیت. بگیم یک مزیت. های بابا چقدر بد میشتیم. همروندی بالاتر. اما یه عیب هم داره. عیب: هزینه بالا در صورت رولبک. ببینید دوستان اگر یک تراکنش اینجا رولبک بخوره، هزینهش به شدت بر ما بالاست، چون همین تا آخر انجام نمیشه، دوباره استارت میشه. در اگه پسیمیستیک بود از همون اوایل ممکنه اینجا ابورت میشد، رول بک میشد و کارش به اینجا نمیکشید. پس ببینید این درسته، این هم روند رو میبره بالاتر، ولی برای زمانی که خوبه که معمولا ولیدیشن تست ما پاس میشه و ما تو ولیدیشن تست کم نیاریم. یعنی اگه اغلب موارد ولیدیشن تست داره پاس میشه که اگر ببینید فیت در واقع خوراک ورکلود هایی هست که رید زیاد دارن، مشکلی پیش نمیاد. ولی اگر نه، ما در واقع در ولیدیشن معمولا فیل بکنیم، این هزینه زیاد داره. خب یه جمع‌بندی بکنیم راجع به در واقع پروتکل ولیدیشن بیس پروتکل که گفتیم دو تا رویکرد داریم: اپتیمیستیک کانکرنسی کنترل و پسیمیستیک کانکرنسی کنترل. در حالت بدبینانه یا پسیمیستیک، ما هر جایی که حدس بزنیم که یک چیز بدی داره رخ میده، همونجا جلوی کارو میگیریم و نمیذاریم پیش بره. در مقابل روش های اپتیمیستیک هستن که معمولا چک کردن رو به اواخر تراکنش محول میکنن و تو آخر چک میکنن، اگه اوکی بود که اوکی بود، اوکی نبود اونجا ریورت میکنن. و گفتیم در جاهایی که معمولا ورکلود ما بیشتر ریت هستن، روش های اپتیمیستیک خیلی بهتر جواب میدن. اومدیم راجع به پروتکل ولیدیشن صحبت کردیم، گفتیم سه فاز داره: فاز رید که ما از دیتابیس میخونیم ولی رایت هامون رو فقط توی حافظه موقت یا تمپوری استوریج می‌نویسیم. فاز ولیدیشن رو داریم که تو اونجا اعتبار سنجی می‌کنیم که آیا تراکنش قابلیت پروسید کردن و ادامه دادن رو داره. و فاز آخرم فاز رایت که در واقع رایت هایی که تو حافظه موقت داشتیم ما هر بار رو دی بی اعمال می‌کنیم. و گفتیم فاز ولیدیشن فقط در صورتی پاس میشه که یکی از این دو شرط برقرار باشه: یا تمام تراکنش‌های قدیمی‌تر از تراکنش تی آی قبل از اینکه تراکنش تی آی شروع بشه تموم شده باشن، و یا اینکه تمام تراکنش های قدیمی تر از تراکنش تی آی بین زمان شروع و قبل از ولیدیشن تراکنش تی آی تموم شده باشن، که این در واقع تقریبا واسه ما گارانتی میکنه که هیچ رایتی در واقع اینترسکشن نداشته باشه و رایت ها به صورت سپریت باشن و یه جورایی تضمین میکنه که حداقل سریالایزبل باشه و حداقل فکر کنم در ویو سریالایزبل میشه. گفتیم مزیتش اینه که هم روندی این روش بسیار بالاست نسبت به روش های دیگه، ولی عیبش هم اینه که اگر ما ولیدیشن تستمون خیلی فریکوئنتلی پاس نشه، ما به گیر میخوریم و دوباره کاری و هزینه خیلی بالایی برای رول بک خواهیم داد. خب فکر کنم به چه خوبی رسیدیم و ما الگوریتم اپتیمیستیک هم گفتیم. بریم ببینیم جدا همه بحث باید چه بکنیم. فکر کنم دیگه یواش یواش این فصلمون باید تموم بشه. من فعلا باهاتون خداحافظی میکنم تا قسمت بعدی. خدا نگهدار.